اومده بودیم تهران توی اداره تئاتر گروه ها به 5 دسته تقسیم شدن. همه گفتن که باید توی یک گروهی برید. ما گروهمون گروه آقای گروه فرهاد مجدآبادی که یه خورده از جهت عقیده و حالا حس و روحی نزدیک بودیم، آقای حمید مظفری و جمشید و من و گروه دیگمون، حتی آقای ایرج راد، هممون یه جورایی با فرهاد جمع شدیم که کار بکنیم. کاری که ما انجام دادیم، یعنی با هم کار کردیم، شوایک در جنگ جهانی دوم اثر برشت بود که تو تالار رودکی بسیار تئاتر پربیننده شد. آقای بهروز بقایی به عنوان شوایک اونجا بازی کرد و اسماعیل خانی چند تا نقش رو با هم بازی کرد، هیتلر و گشتاپو و سرباز آلمانی، و اونجا هم کار موزیکال بود و سفارت چک اومدن رقصهای چک رو یاد دادن به ماها و بچه ها، چون توش یک رستورانه، در واقع یک این خانم کوپتسکا که من نقششو بازی میکردم یک میخانه بود که این خانم صاحب کافه بود و خودش هم میخوند و بچه ها هم و طراحی که شد رقص چک رو انجام میدادن و نمایش اجرا میشد در پرده های مختلف که چگونه هیتلر جهان رو گرفت. وقتی پرده باز میشد من روی صحنه کنار میزایی که صندلیایی که چیدیم، حالا کافه قبل از که شروع بشه، دعوت میکردم با شعر: بیا و بشین مهمون عزیز، بشین با ما اینجا دور میز، تا بهت بدیم گوشت و کلم، ماهی بدیم با سوپ گرم. حالا رقص دی 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 رقص و بعد شروع میشد و نمایش میومدن میشستن و در صحنه، خب چون توی جنگ هستن اینها، گوشت کم بود و مثلا آقای آتیلا پسیانی که عاشق خانم کوپتسکاس میومد میرفت براش مثلا گوشت میدوزید میآورد که بتونن اینا گوشت داشته باشن، و آقای بالون که حمید مظفری آدم شکمویی بود همش میخواست خودش رو لو بده، ما مجبور میشدیم به یه چیزی بدیم که خودش نفروشه به اس اس و خبرهای اونجا رو. و این زن سیاسی بود، پشت پیشخونش گراد میداد شرایط اونجا رو به سربازان خودشون. و بعد مثلا بیشتر اوقات که شعرهایی که توش میخوندیم، مثلا برای زن سرباز چی رسید از هلند، کلاهی خوش آب و رنگ که خیلی هم بهش میاد. چرا که هیتلر هی رفته جاهای مختلف رو، مثلا هلند رو گرفته، حالا سربازاش چی از هلند گرفتن؟ اگه کلاه رو بردن برای همسرشون، از هلند یه کلاه خوشگل رو بردن. یا شعرهای دیگه که میگفت نشون میداد که هیتلر کجاها رو گرفته و برای هر کدوم از سربازاش از اون جایی که گرفته چه چیزهایی رو اونا بر خانماشون بردن. برای آقای مظفری که نقش بالون رو بازی میکرد، من میخوندم: بدو بیا عزیز دلم، بیا بیا پیش خودم، بیا که از تو عزیزتر ندارم هیچ کس دیگر، اما وقتی که اومدی هی کلمو بغل زدی، آروم بگیر آروم. همینطور با شعر اون آروم میکردیم، سرگرم میکردیم که گشتاپو بیاد و بره. و من یادمه که این شعرها رو اون موقع به نظرم بدون میکروفون بعد نمیخوندم، صدا مثل الان نبود که گرفته باشه و خراب باشه. فکر میکنم از پس شعرها بر میومدم، تقریبا بیشتر تئاترامو خوندم. و اینجا یادمه یک دوستی داشتم، همسرشون برادر آقای علی قلی بود، برادر آقای علی قلی که آهنگساز بودن و ایشون هم خواننده بودن.
همسر ایشون آلمان زندگی میکردن. دوست من از آلمان شاعره عزیز خانم نسرین رنجبر اومده بودن، گفت که بیا بریم شهرک غرب، این خانم خیلی دلش میخواد شما رو ببینه. اونم آلمان زندگی میکنه، قبلا تئاتر کار کرده. رفتم اونجا دیدم این شعرها رو داره میخونه. خیلی برای من جالب بود، خب این شعرها رو برای من ساخته بودن، چطوری میشونه مثلا میشده که اونم؟ گفت آره من یه تئاتری داشتم در تالار وحدت که اینا رو میخوندم. گفتم اوه چه جالب. همون ساعت فهمیدم، چون ما از شیراز اومده بودیم و شاید اون زمان خیلی کسی نمیدونست من کیم، اینقدر شناخته شده نبودم. ما بعدن سریال آینه رو کار کردیم و کارای سریال یا فیلم کار کردیم که مردم مثلا منو بشناسن. من قبلا خب تئاتر کار میکردم، خیلی منو شاید نمیشناختن. این خانم چون دیده بودی یه آدمایی از شیراز اومدن، شایدم کسی نمیشناسه، اینم که دانشجوه، شعرهایی رو که برادر شوهرش که آقای علی قلی که آهنگساز باشه میبرده خونه، چون برادر شوهرش رو میساخته، گوش میدادن، داشتن میخوندن. که من گفتم آوردم دوستم اتاق عمری، گفتم ببین عزیزم فقط یک اجرا از این کار بوده در تالار وحدت، اونم شوهای در جنگ جهانی دوم بوده، من بودم و آقای فراد مجروبادی کارگردانی کرده و ایشون این آهنگا رو بعدن کاشف به عمل اومد که برادر شوهرشون چون آهنگساز این کار بودن گوش میدادن تو خونه و میخوندن. این خاطره هیچ وقت یادم نمیره. قبل از پایان نمایشنامه شوهای در جنگ جهانی دوم، من یک گوشه صحنه میستادم و این شعر رو میگفتم. در قعر مولدو سنگ ها غلطانند، سه امپراتور در پراگ کفن میپوسانند. نه آن که بزرگ است بزرگ میماند و نه آن که کوچک است کوچک. شب 12 ساعت دارد و پس از آن روز میآید. آقای کرم‌رضایی فقط مستأجر جدید و من کار کردم باهاشون و توراندخت. زمانی که از من دعوت کردن براشون در واقع توراندخت رو بازی بکنم، زمانی بود که من توی فیلم روز باشکوه داشتم بازی می‌کردم و مجبور شدم اون اوائلش چند روز خانم مهرانه مهین‌ترابی رو جای خودم بذارم و برم. بعدش با طراحی لباس و حرکتی که قبلا بود و من قبلا هم خودم تمرینش کرده بودم توی تئاتر شهر اجراش کردم. اسماعیل خانی هم خودش به اصطلاح نقش سیاه رو بازی کرد، آقای رضا رویگری نقش شاهزاده ایرانی که میاد به خواستگاری توراندخت. خیلی پرتماشاچی بود، یعنی تئاتر شهر سالنش دور میخورد، یک ردیف، دو ردیف و ردیف سوم، سه دور دور تئاتر شهر صف بسته بودن برای گرفتن بلیت کار ما. تا چند ماهی که رو صحنه بود، چون این تئاتر هم توش آواز بود هم موسیقی بود، هم اسماعیل خانی نقش سیاه نوکر شاهزاده رو بازی میکرد سیاه، ولی خیلی دست و بالش باز بود برای حرفهای سیاسی و طنزهای روز، و خب آقای رویگری هم که برو بروشون بود دیگه، خواننده خوشتیپ روی صحنه، و ایشون هم میخوند. وقتی مثلا میافتاد تو چاه زندانیش میکرد به اصطلاح پدر توراندخت توی مثلا آره اینا رفتن چین و اونجا توی اون چاه که نور خیلی خوبی هم دادودن صحنه، دکور لباس بسیار درجه کار شده بود، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. ماها روی، یعنی مثلا میتونم بگم 10 روزش یا 15 روزش خانم مهرانه رفته بود، باز مثلا 2 ماهش هم من رفتم. و بعد از اینکه از روز باشکوه به اصطلاح فیلم روز باشکوه رو در سمنان با آقای کیانوش عیاری تموم کردم، من اومدم ادامه دادم. گاهی وقتا هم توی همون نقش اسماعیل خانی انقدر شوخی هاش بامزه بود، توی همون نقش که بازی میکردم به عنوان حالا مثلا دختر خاقان چین، ملکه، دختر پادشاه، خندم میگرفت. واقعا واقعا کار اسماعیل خانی خند. بعد آقای کرم‌رضایی میگفت اشکال نداره، شما میتونید بخندید. وقتی من خندم میگرفت تماشاچی شد بیش از ما خندش میگرفت و واقعا ایرادی نمیگرفت و میگفت اشکالی هم نداره که الان این فاصله گذاری هم باشه، خندتون میگیره دوباره میرید تو نقشتون، اصلا جلوی خندت هم نگیر، اشکال نداره. من خیلی اون نمایش رو دوست داشتم. ضبط تلویزیونیش رو البته آقای کرم‌رضایی با دوستان دیگه انجام دادن. خانم مهتاب مسکر نصیرپور نقش من رو بازی کردن، اما من گرفتار بودم، سر فیلمبرداری بودم، اونا دیگه تئاتر رو ضبط کردن.
من با آقای دکتر علی رفیعی فقط عروسی خون رو کار کردم زمانی که داشتم چرخی آتش رو بازی میکردم تو سالن چارسو. به من گفتن که بازیگره که نقش مادر دختر رو بازی میکنه رفته و شما بیا. خاطرات من از اون تئاتر با داشتن دوستانی که همکلاسی های منم اونجا بودن واقعا از اون کارهای بسیار بسیار زیبای پربیننده بود، با طراحی صحنه ای که آقای دکتر علی رفیعی واقعا همه میدونن که چقدر با سلیقه است، طوری بود که میتونم بگم وقتی صحنه پرده باز میشد تماشاچی قبل از اینکه بخواد حالا حتما بازیگر رو ببینه طراحی صحنه و نور پردازی و بعد لباسایی که انتخاب میکرد، جنس لباسی که تن بازیگر میکرد انقدر براش اهمیت داشت. مثلا همه لباسای ما بیشترش مثلا سیاه بود، سیبی که قرمز بود یه جور کولاژ سیاه و سفید بود با یک سیب قرمز، و بیشتر از هر چیزی هم دست و بال ما رو باز میذاشت برای اینکه در واقع ایده هایی رو که میخوایم بدیم و میگفت که خیلی خوب حالا تو این صحنه رو چطوری میبینی. به حدی که یه وقت نگاه میکردی میبینی میز نهارخوری و میز شام یهو یه سکوی رفتن و فریاد هم میشه، این میز روش میرفتن کارهای دیگه هم روش انجام میدادن، فقط نبود فقط اینکه روش شام بخورن، یهو تبدیل میشد به یه چیز دیگه و تماشاچی باید ایمرجینیشن میکرد، تصور میکرد که الان چیز دیگه هست، الان میز نهارخوری نیست. بسیار بسیار اون تئاتر جذاب و دیدنی بود. موسیقی که توش، همخوانی که همه داشتن، آوازهایی که همه میخوندن و تقریبا حرکت بدنهای بسیار بسیار زیبایی که توش بود و بازیگران بسیار خوب. یک تابو شکنی کرد آقای رفیعی اون زمان که خب تئاتر عروس داره میخواد ازدواج بکنه، شب عروسیش فرار میکنه به جنگل که بره پیش معشوقش. خب این تئاتر تئاتری نبود که اجازه روی صحنه رفتن داشته باشه و خب به نظر من اون زمان یک ذره فضا بازتر شده بود، شاید پربیننده ترین تئاتر اون سال بود. مستجر جدید بود اثر اوژن یونسکو که من یک پیرزن 70-80 ساله رو بازی می کردم. خاطرات خیلی جالبی از این کار دارم. من سر این کار که بودم یک کار دیگه هم داشتم، کار کودک بابا بزرگ و تروب، که اونو برای آقای غریب‌پور در پارک لاله تئاتر حرفه‌ای داشتن آقای غریب‌پور، که منم اونجا پای ثابت فعلا تئاترشون بودم که هر همینطور پشت هم تماشاچی داشتن. حتی برای مدارس مثلا صبح میذاشتیم تئاتر رو، یا اونام بازیگرای خیلی حرفه‌ای سینما توش بودن. از تئاترمون مثلا 4 تا 6 بود، حالا 6 با راننده خودشون منو میفرستادن
گیریمور ما اونجا عروسک گردان بود. تورا فون منو میزد تو ماشین که داریم میرسیم به تئاتر شهر، سالن چارسو من اجرا داشتم، تقریبا بیس گریم رو میزد، بیس اون پیرزنه رو. وقتی که من میومدم توی تئاتر شهر دیگه دو نفر رو صورت من تونتون گریم میکردن و خطوط پیری رو میدادن تا من با اون پستیج موی سفید و اینا وارد صحنه بشم. چون صحنه یکم از اولش شروع میشد با آقای سعید امیر سلیمانی میاد یک اتاق خالی رو متر میکنه با دقت هرچی تمامتر تا بتونه ابزارش و وسایل خونش رو بیاره وارد بکنه، من وقت داشتم که کامل بشم. اینام تونتون لباسای منو تنم میکردن، دامن پرچین و آستین و لباس، یکی هم رو صورتم، یعنی باور کنید دو نفر رو صورت من گریم میکردن که به سرعت من برسم به صحنه. صحنه با خوندن من آروم آروم با دست کلید زیاد شروع میشد، میومدم تو. خب من به عنوان یک آدمی که مثل ماشین حرف میزدم و ما داشتیم از ماشینی شدن آدم ها، بی‌عاطفه شدن آدم ها و چجور اشیا آدم ها رو احاطه میکنن در این تئاتر مستأجر جدید، اشیاء آدم رو احاطه میکنن و دیگه آدم برای خودش مثل من مثلا یه خونه، بهترین قسمت خونمون اختصاص میدیم به مبل و صندلی، اونها احاطه کردن و ما مثلا نهارخوری، پذیرایی، جایی که تیوی روم هست، نشیمن هست، همش پر ابزار آلاته. خود ما یه جای کوچیک فقط داریم. این کار میرسید به جایی که این مرد انقدر اساس اینجا پر میکرد و شکل ماشینوار می اومدن که این که ماشین آدمو احاطه میکنه، که خودش یه جای کوچیک و میشست توش و بعد درشو میبست. این واقعا اساسی ترین حرفی بود که توی اون تئاتر زده میشد که چگونه اشیاء ما رو احاطه میکنه و ما هیچ وقت برای خودمون به اصطلاح بهترین قسمت خونمون شاید اختصاص نمیدیم برای خود، بهترین خونه رو اختصاص میدیم برای مبلامون و اشیاء چگونه ما رو احاطه میکنن. و یادمه که اومدن قبل از که ما اجرا بکنیم گفتن که اینها نباید گفته بشه، هر چیزی که بو و برنگ اینو داشته باشه که بخواد حرفی از گذشته بزنه اینو در آورده بودن. و آقای کرمزایی گفت این یه ماشینه، همینطور زنه داره حرف میزنه، تونتون داره میگه اونا اینجور بودن من شما رفتن حالی شما اینجور، همینطور یه زنی بود که حرف میزد موتوربار 27-8 صفحه مونولوگ بلند. تئاتر نزدیک یک ساعت و 20 دقیقه بود، تئاتر خیلی طولانی نبود، ولی این آقا حرف نمیزد که مستأجر بود، مستأجر جدیدی که آمده خونه این زنه رو گرفته، و این زنه همینطور حرف میزد که اون قبلی ها کیا بودن، گلا رو اینجوری میکردن اونجا، یعنی هر چی که میگفت مثل ماشین حرف میزد. حالا من کدگذاری هایی برای بازی خودم که 25 سفر رو فراموش نکنم، حالا از وقتی که هیئت نظارت میاد و میگه اینا در بیاد، من چه خاکی به سرم بکنم. آقای کرمگوی گفت نمیتونی، این آدم 4 ماه تمرین کرده تا رسیده به این، باید تمرین کنه تا بتونه اینا رو حذف کنه. و در ضمن شما یه کتاب رو باز کنید، هر چی که توش بگید میخوره به قبل، هم پس همه کتاب رو هم جمع کنید. یونسکو نیومده بود که بخواد رژیمی رو بگه یا نگه، داشت از آدمای قبل میگفت که این زنه عادتش ماشینوار برای مستأجر جدید، همه چیزای قبلی‌ها رو میگه و منتقل میکنه مثل ماشین. و دیگه آدم‌ها ارتباطی با هم ندارن، میشنون ولی گوش نمیدن، به خودشون فکر میکنن. مستأجر داشت به خودش و خونه‌ش و کاراش که می‌خواست، این زنه این ماشین مسلسل وار میگفت. خب وقتی ابزورد بعد از جنگ جهانی دوم که آدم ها آسیب های روحی خودشونه دیدن و یه خورده از خود بیگانه شدن، آلام های خودشونه دارن، دیگه زیاد نمیتونن با آدم های دیگه ارتباط خیلی تنگاتنگ عاطفی برقرار بکنن، یه کمی همه چیز ماشینی شده و میخوان هم ارتباط از طریق نامه است، ارتباط از طریق چیزهایی هستش که خیلی دیدارها کمتر، آدم ها در چنبره و خونه خودشون در پیله خودشون فرو رفتن و زیاد ارتباط های جمعی ندارن به دلیل آسیب های روحی و جنگ. این در واقع داشت اینها رو میگفت، همچنان که وقتی ما اونو ضبط تلویزیونی کردیم تا به امروز این فیلم، این تئاتر که آقای کرمرزایی کار کردن توقیفه و هنوز نتونسته از توقیف در بیاد، چون هرچی گفته میشه انگار که داره مال قبل رو میگه. به چه دلیل؟
قبل جنگ رو داشته میگفته زن، و چقدر آدم ها شاد بودن، لباسای رنگی میپوشند. حالا هرچی که میگفت برمیگشت به این که شاد دارن انتقاد میکنن از این شرایطی که ما توش زندگی میکنیم. بنابراین اون تئاتر خیلی با تماشاچی، استقبال تماشاچی روبرو بود دیگه، اصلا جا توی چارسو نبود. و من یادم آقای رحمانیان وقتی اومد بودن این تئاتر دیده بودن، این زنه من اصلا براشم یه خنده خیلی عجیب گذاشته بودم، خنده خرخری که وقتی میخندید میرفت پشت خرخرخرخر دیگه میخندید میگو همینطور میرفت. پیرزنی بود، خیلی طراحی که برای اون نقش کرده بودم خیلی دوستش داشتم و انقدر جذاب و جالب بود که ما شاید وقتی اومدن ایشون آقای رحمانیان که ما خیلی دوست صمیمی بودیم در واقع، اومدن این فیلمو این تئاتر رو دیدن، حتی ما میتونیم بگیم پیاده تا شاید نزدیک اکباتان که زندگی میکردیم همینجور بحث داشتیم روی اون کار و تا خونه نمیفهمیدیم که اصلا داریم هنوز آنالایز میکنیم کارو، چون خیلی حرف برای به اصطلاح کار داشت و هم صحنه و طراحی و کارگردانی بسیار خوب از آب در اومده. ما چند تا یعنی تئاترای حسابی در خود تلویزیون ضبط کردیم. یکیش در واقع کار آقای رحمانیان بود که گزارش محرمانه اکتاویو والدز، پسری که میخواد بره سربازی، مادر پیرش که در واقع معدن کار کرده و با ریزش معدن در واقع یه جور لال شده و حرف نمیزنه، و بعدن گزارش محرمانه به اسم مادرانه از تلویزیون، دوی شب یه کاری که زمان به اصطلاح اشغال سفارت آمریکا در ایران در اون تاریخ پخش شد، چون میخواستن بگن این تم ضد آمریکایی داره، و در حالی که یه پسر در واقع داره میره به جبهه که سربازی بکنه، مادره میاد تفنگ شوهرش خوان رو بهش میده، میگه نه مادر جون برم اونجا به من تفنگ میدن، پسر میره در طی دورانی که سربازی میکنه تبدیل به یک دشخیم میشه، یعنی سیستم او رو به یک دشخیم تبدیل میکنه. اول که میره میگه سرگرد به من گفت، استوار به من گفت که تو اگه الان فقط بگی آتش درجهت میاد بالاتر. این فکر میگره فقط یک آتش گفتن کافیه. وقتی این آتش رو میگفته و مادره که داره بافتنی پسرش رو میبافه میشکافه، میفهمه که پسرش داره تبدیل به یه چیز دیگه میشه در سیستم. آخر سر میاد توی بلیوی، عشقش رو فراموش میکنه، عشق قبلیش که در اون دهات بوده، و مادری که از اول داریم زندگی رو از یک زندگی خاکستری شروع میشه به چیزهایی که طراحی صحنه‌اش رو و طراحی که انجام میشه و کارگردانیش رو فرهاد مجرابادی زندیات، فرهاد مجرابادی که در آلمان از دست ما رفت در واقع کارگردانی کرد، ولی برای تلویزیونش آقای صادق هاتفی کارگردانی تلویزیون به عهده گرفتن، و این کار در واقع وقتی پخش شد از اول از خاکستری به قرمز، یعنی زن اگه یک شال خاکستری داشت یواش یواش شالش قرمز بشه، رو تختی قرمز، همه چیز به خون میگرایه، و خود این پسر هم گریماش هر روز هی تغییر میکنه تا اینکه تاس میشه، شکم گنده میشه، میشه یک جنرال. هر دفعه میاد میگه که مادر من دیگه نزدیک کاخ سفید خونه گرفتم، تو رو باید ببرم. حالا یه مادر پیر فقیر بدبختی که کیک سیب میپزه، دیگه براش این کیک سیب نمیپزه. وقتی میاد میبینه این خیلی عوض شده، دیگه اون پسر در واقع ساده دل روستایی بولیویا نیست که در معادن میومد کمک مادر و پدرش کار کنه، تبدیل به یک جنرال معروف شده و داره میگه که چه جوری رانندگی میکرده، جغرافیای اونجا رو برای این تجسم میکنه. و وقتی که مادر یه دفعه دیگه میاد که میخواد مبارزین بولیویا رو از همینجا میگه کجا قایمشون کردی و فوش میبنده به مردم خودش، مادر با همون تفنگ شوهرش خوان پسرش رو میکشه و دادگاهی میشه، و چون لاله هیچ کس نمیفهمه که این مادر سرهنگه، و همه اون رو آقای
تحمورس که اضافه شد به تئاتر تلویزیونی، یعنی نه تو تئاتر تلویزیونی، تو صحنه ایشون بودن، ولی در تئاتر تلویزیون دادگاهی تشکیل داده شد، فضا سیبخاردارهایی و یعنی یکم فیلم شکل فیلمی به خودش گرفت تا یک تئاتر جعبه‌ای که ما در سالن قشقایی اونو اجرا می کردیم. موقع دادگاه مادر رو دادگاهی می کنن به اعدام، مادر داره عشق می ریزه برای از دست دادن فرزند نه برای اعدام. تماشاچی آگاه به قضیه به قصه و ولی دادگاه نمی دونه که همون مادر سرهنگه. این نمایشنامه بسیار بسیار قوی رو آقای محمد رحمانیان نوشته که هنوز در تلویزیون یک بار اونو با جهر دلیلای زیاد، سانسورای زیاد پخشش کردن، اونم دوی شب به کمک جناب آقای حسین پاکی. از تئاترای من در واقع این اواخر ملاقات بانوی سالخورده بود، کار آقای حمید سمندریان. بعد از اون یک کار تئاتری نکردم، خیلی پیشنهاد تئاتری داشتم. دختر که داشته باشی ببینی جلوی چشمت به خاک سیاه نشسته، مثل جنازه یمونه که نتونی خاکش کنی. هر روز جلوی چشمته، هر روز باید داغ دیده باشی. حق داری، حق داری. میدونم دردت از کجاست. این لعنت تو داره زندگی رو واسه همه سخت میکنه. دیگه وقتی پای بچه به میرین اومد باید همه حواساشو بندازه گوشه طبیله، جایی که زینای کافی اسبشو میذاره. اسب این نصف لعنتی نمیذاره هیچ کس به جو برشه. حالا چش هست؟ هیچی، خسته. او حق داره، بس که کار میکنه. میگم آقا تا این اسب سقط نشده رازش کن بفروش و چند تا نهال لیمو بخره. شنیدم اصل امسال خیلی خوبه. چند تا نهال لیمو چی کار میتونه بکنه؟ فقط چند تا درخت یا یه تیکه زمین یا چند تا بچه میتونه یه مرد رو یه جا بر کنه. آی 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 امان از نداری. آی 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 شهیدی دوماد رفته مغازه، هر چیز خوبی که به چشش خورده خریده. خب پول دارم جونم، ببینم. تنهایی رفته؟ نه با مادره، اونم با چه کپ کپ دبدبه ای. جیرابای توری خریدن، قشنگ ترین گرون ترین جیرابای توی یه نام بتونه خوابشو ببینه. اینجاش یه چلچل هست، یه زورق هم اینجاش، یه کل سرخ هم اینجاش، همه شما میشن. خب معلومه، دو تا اسم کلون یکی میشن. دیگه پیشکشه به حساب نمیاد. بله، شنیدم مادر و پسر دل خوشی از این وسط نداره. خب به خاطر این لئوناردو دیگه. اون قضیه که دیگه فراموش شده. ما که میدونیم هیچ که فراموش نکرد. ای کاش فراموشی مثل یه مرض میافتاد به جون مردم. این هوای گرم نفس همه رو بریده. برم دیگه، تو مراسم میبینم. کدوم مراسم؟ مگه شما رو دعوت نکرده؟ خب نه هنوز. خب پس ببینی که کسی فراموش نکرده. اگه من جای این لعنتا بودم چی کار میکردی؟ میرفتم. خدا نگهدارت. خدا حافظ. لحظه در نکن کنم تو جیگرم حالو. چه لزومی داره آدم اینطور با مردم ترش بازی کنه؟ شما را از تو نپرسیدم. خیلی خوب تو چته؟ چه فکری به سرت زده؟ من نمیتونم همینجوری یه گوشه بشینم و از هیچی دنیا خبر نشم. هیچم بس نمی کنم. میخوام تو چشمام نگاه کنی و به ام بگی
میخوام مهم بگی. دست از سرم بردار، دست از سرم بردار.